من عاری از شرف میدانم کسی را که حقوق و حاکمیت و استقلال مملکت را فدیه شغل و مقام کند. انزلی، سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1299 شمسی، مه 1920. آقایون که بالاخره چه خاکی به سرمون شد. اومدن آقا، هنوز نرفته برگشتن. عجب مصیبتی، چه بدبختی بزرگی. چایی آقا؟ چایی چیه؟ به من آب بده، آب بده. خودتون ناراحت نکنین حاج آقا، موضوع اینقدران بزرگ نیست. چی رو بزرگ نیست جانم؟ چی رو بزرگ نیست؟ قربون شکلت برم، به خاک سیانش هستیم. کجایی کاری؟ شما روسا رو نمیشناسید، نمیشناسید. راست میگه آقا جان، اونا دیگه حالا روس نیستن، کمونیستان، کمونیست. مگه خبرای بادکوبه رو نشنیدین؟
اونا این لامصبا آدمایی مثل من و شما رو که سالهای سال خون جگر خوردیم و چندرغاز پس انداز کردیم که جنازه هم رو زمین نمونه میگیرن زنده زنده تو گورمون میذارن. نه خیر آقا جان شوخی نیست، اومدن آقا جان. باز اقلن انگلیس ها کاری به کارمون نداشتن. گویا ماژور ادموند رئیس اداره سیاسی و جنرال شامپانی فرمانده انگلیس ها یه ساعت پیش با آقای زهیر همایون رفتن به انزلی ببینن قضیه از چه قراره. قضیه چیه جانم؟ قضیه کدومه؟ قضیه لحاف ملا نصرالدینه، قضیه ماییم، قضیه چند تا گونی برنج و بنشن بنده و جنابالیه. همین رفتن انزلی که چه غلطی بکنن؟ شما اینجا نشستین از هیچ کجا خبر ندارین. اون ارتش پر اهن و تلوپ انگلیس داره در میره، اسلحهشو میذاره و کنده و چوب جمع میکنه. شما هیچ میدونین معنی این کار چیه؟ هیچ میدونین معنی این کار چیه؟ نمیدونین. اون کله گنده ها که تو لندن نشستن مثل بنده و جنابالی که مغز خر نخوردن آقا جان. سیاست چیز دیگه است، حالا باید دید چی میشه. تو این چرا میکنی قربون؟ سیاست کدومه؟ راست میگه آقا جان، این بیچاره راست میگه. والا این همه استحکامات تو بندر انزلی رو، این قشون به این عظیمی رو، چند تا سالدات پابرهنه که نمیتونه شکست بده، اونم با شلیک چند تا توپ. بله تازه کجا رو زدن؟ ساختمونای گمرک و نه جانم، چند تا خونه فکستری مردم. پس اصلاً جریان چیز دیگه است. جنگلی ها خیلی کم بودن، هرج و مرج کم بود که اینم شد قوز بالا قوز. هنوز اون تو هن؟ من نمیفهمم 4 ساعت اون تو چی کار میکنم. چی میگم؟ جون کندنی رو باید کند. میرزام شده شاه سلطان حسین. از اینجا لک کلک این همه راه و میکوبه تا لنکران میره، دست از پا دراستر برمیگرده. حالا هم که اونا خودشون اومدن اینا چپیدن اون تو. باز روشن آقا. شما هم خسته شدی؟ خسته؟ نه من تا لب گورم خستگی رو نمیفهمم. بگو بلا تکلیف باطل باطل چندین ماه یک گروه عظیم سرباز و چریک و فدایی بی نظیر، اما از بلا تکلیفی و بیکاری دارم دیوونه میشم. مگه چاره دیگه ایم ها؟ باز اگه تهرون بودم یا هر درک دیگه بالاخره یک غلطی میکردم. لااقل چند تا مزدور خائن و فرستاده بودم درک. بدبختی اینجا از فردا که هیچ، حتی 1 ساعت دیگه منم روشن نیست که چی کاره ایم، چی کار میخواییم بکنیم، به کجا میخواییم بریم. خیلی دلم میخواست بدونم که اونا این همه مدت اون تو چی کار میکنن، اونا درباره چی حرف میزنن. نکنه تصمیم دارن لندن رو فتح کنن. موضوع رو زیاد بزرگ نکنید احسان خان. بالاخره میان بیرون. در هر حال اینجا ما هممون وضع مشابهی داریم. من، شما، خالو قربان و خیلی های دیگه. نه نه
ممکنه حضور تو به دلیل روشن نبودن خط مشیت، البته از نظر اونا در جلسات مصلحت نباشه. اون مردک خال قربانم که نه دایه‌ای در این مورد داره و نه اصلا چیزی از جلسه و مذاکره میفهمه و نمیخوادم که بفهمه، ولی وزم هم فرق میکنه. بودن در اون جلسات برای من افتخار نیست، در صورتی که تعمدی در بین نباشه که هست. چرا؟ راسکولنیکوف دلیل پیاده کردن نیرو در انزلی رو وجود جنرال دنیکن و بقیه افسران ضد انقلابی فراری روسیه به ایران رو مطرح کرد. این کف جدید کی هست؟ فرمانده جهازات جنگی ارتش سرخ در بحر خزر. یعنی اینا نمیدونن که دنیکن از تهران که هیچ حالا به بغدادم رسیده؟ چرا نمیدونن؟ این بهانه است آقایان. بدون تردید ما نمیدونیم قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را. خیلی خوب، میگوییم بالشویک‌ها برای دستگیری دنیکن ها اومدن. این حزب عدالت دیگر چه صیغه ایست؟ اینا همشون ایرانیای مهاجرن و به همین دلیل کسی نمیتونه از ورودشون به ایران جلوگیری بکنه. هدفشون هم اشاعه و تبلیغ مرام کمونیست هاست. هی هی جبلی قم قم، بالاخره اون چیزی که نباید پیش بیاد آمد. ضمناً راسکولنیکوف بی نهایت مایله که میرزا رو ببینه، اونم خیلی فوری. خب این درایت اونا شاید فرجی هم برای ما باشه، نه میرزا؟ کاش راه لنکرانم اونقدر نزدیک و بی خطر بود. تفهیم کنید، الناس مسلطون علی اموالهم. فردا این کف جدید رو میبینم. بگید آقای میرساله، ترجمه کنین برای آقای. واقعیتی است که مردم ما فقیر، مظلوم و از مسائل سیاسی بی اطلاع، ولی تبعیت از عقاید اونها هرگز دلیل قبول تسلط انگلیس ها نیست. من قبل از اینکه نماینده این مردم باشم ایرانی هستم و اینجا وطن منه و من مردم کشورم رو میشناسم. این مردم مسلمانن، نه تنها به مذهب و شعائر اسلامی خودشون علاقمندن، بلکه در این مورد شدیداً هم متعصبن. بنابراین هیچ گونه زمینه‌ای برای اجرای اهداف شما وجود ندارد، علال خصوص که در اینجا نه کارخانه ایست و نه کارگری که بتونه تکیه‌گاه انقلاب باشه. در اینجا گروه عظیم دهقانانی هستن که یک عمر زیر آفتاب و باران کار میکنن و چنگرانی ذخیره خودشون رو که پولی حلال میدانن صرف زیارت اماکن متبرکه میکنن و شما میخواید به چنین رنجبرانی ندا بدهید که حتی خداوند را قبول نداشته باشن؟ خیر آقایان، باید صریحاً عرض کنم این تصمیم و هدف شما نه تنها به انقلاب این مردم کمکی نخواهد کرد، بلکه آن را شکستم خواهد داد. دیگه حرفی ندارم. товарищи, что он скажи по правлину. جمعه 16 رمضان 1338 هجری قمری. جنگریان در پی توافقنامه نهادی میرزا و سران ارتش سرخ و نیز دعوت رسمی میرزا احمد خان اشتری فرماندار گیلان از جنگل عازم رشت گردیدند. مواد موافقت شده چنین بود: 1. عدم اجرای اصول کمونیست از حیث مصادره اموال و الغاء مالکیت و ممنوع بودن تبلیغات. 2. تأسیس حکومت جمهوری انقلابی موقت. 3. پس از ورود به تهران و تأسیس مجلس مبعوثان هر نوع حکومتی که نمایندگان ملت بپذیرند. 4. سپردن مقدرات انقلاب به دست این حکومت و عدم مداخله شوروی در ایران. 5. هیچ قشونی بدون اجازه و تصویب حکومت انقلابی زاید بر قوای موجود از شوروی به ایران وارد نشود. 6. مخارج این قشون به عهده جمهوری ایران است. 7. هر مقدار مهمات و اسلحه‌ای که از شوروی خواسته شود در مقابل پرداخت قیمت شود. 8. کالاهای بازرگانان ایرانی که در بادکوب ضبط شده تحویل این حکومت گردد. 9. واگذاری کلی مؤسسات تجارتی روسیه در ایران به حکومت جمهوری. دو روز بعد اولین اعلامیه جمهوری در قرق کارگزاری در اجتماع مردم قرائت کردید. اول حق
فریاد ملت مظلوم ایران از حلقوم فداییان جنگل. یک، جمعیت انقلاب سرخ ایران اصول سلطنت را ملغا و جمهوری را رسماً اعلان می نماید. جمهوری حفاظت جان و مال عموم اهالی را به عهده می‌گیرد. سه، هر نوع معاهده و قراردادی که به ضرر ایران قدیماً و جدیداً با هر دولتی منعقد شده است لغو و باطل می‌شناسد. حکومت موقت جمهوری همه اقوام بشر را یکی دانسته و تساوی حقوق درباره آنان قائل و حفظ شعار اسلامی را از فرائض می‌دارد. اشتهام رمضان 1338 هجری قمری. در 19 رمضان رادسیون کمیته انقلاب به نام راکم با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و کابینه دولت انقلابی بدین شهر انتخاب و معرفی گردید. محمد علی خمامی کمیسر فواید عامه، محمد علی پیربازاری کمیسر مالیه، میر شمس الدین وقاری کمیسر داخله، سید جعفر محسنی صومعه سرایی کمیسر خارجه، ابوالقاسم فخرایی کمیسر تجارت، حاجی محمد جعفر کنگاوری کمیسر معارف و اوقاف، احسان الله خان، حسن خان کیشدره‌ای و کرونل فتحعلی توپچی ستاد ارتش و میرزا کوچک خان سرکمیسر و کمیسر جنگ. دیری نمی پاید که دسیسه ها آغاز می گردد. که این دور پس این حضرات بالاخره تصمیم گرفتن که منو بکشن. کی و کجا شیخ عبدالله؟ گویا موقع سخنرانی در یک متین که حزب ترتیب میده. نظر فونگاو کم همینه. در یک میتینگ؟ پس این دعوتنامه ای که امروز فرستادن یه تله است. چرا من اینو زودتر نفهمیدم؟ یه دفعه تمام کسانی که با من نظر موافق داشتن هر کدوم به گوشه ی از دنیا پرت شدن. راسکولینکوف به جبهه بالتیک، کاشانوف به مسکو احضار شده، اورژنیکتزه به ملاقات تروتسکی دعوت میشه، پلایوف از جبهه مازندران احضار میکنن. من به جنگل برمیگردم همین امشب. اسماعیل، افراد در جریان بذار. فرماندهان در جبهن. حسن خان و فتحعلی توپچی هم تو منجیلن. فقط اونهایی که در رشت هستن و شما میرساله به مسکو میرین همین امشب. من برای لنین یک نامه مینویسم. اونا باید بدونن که رفقاشون در اینجا با این انقلاب چه میکنن. تنها به این سفر برم؟ نه، شما چرا به من کمک کردین فانگاوک؟ اوژنیکیتزه آدم خوب، در کشتی گفت شما خوب تاب. ایشونم با شما میان. شما مواظب خودتون باشین شیخ عبدالله. حواریش و سرانجام در 9 مرداد سال 1299 مطابق با 14 ذی‌قعده 1338 کودتای سرخ به وقوع پیوست. طرح چنان بود که میبایست میرزا کوچک خان کشته یا دستگیر و در هر حال از کادر انقلاب خارج میگردید. پلومخین نماینده چکای شوروی اداره کننده کودتا هیئت دولت انقلابی را معرفی نمود. ابوکوف فرمانده قوا، خالو قربان هرسینی کمیسر جنگ، احسان الله خان سرکمیسر و کمیسر خارجه، سید جعفر جوادزاده پیشوری کمیسر کشور، حاجی محمد جعفر کنگاوری کمیسر فرهنگ، سید جعفر صومعه سرایی کمیسر پست و تلگراف. یک، تشکیلات ارتش مانند تشکیلات ارتش سرخ و حمله به تهران. دو، لغو اختیارات مالکین و محو اصول ملوک و طوایفی.
3. رفع احتیاجات اصلی کارگران شهر و روستاها. مسکو 12 اوت 1920. چیه؟ حالت خوب نیست؟ خوبم. فقط چرا اینا اینقدر انتظار میکنن؟ آقای فوموف، همونطور که قبلنم به ابراهیم بیک و داداش بیک نمایندگان نریمان نریمانوف عرض کردم، این رفقای شما خیانت کردن، توطئه چیدن، کودتا کردن. حسن خانو چندین نفر از بهترین مجاهدین رو به زندان انداختن. من به شما اطمینان میدم که اگر بعد از این زمام کارها در دست مدیوانی ها و ابوکف ها باشه، انقلاب بدون تردید شکست خواهد خورد و من ترجیح میدم که در این شکست مداخله ای نداشته باشم. و اما در مورد حیدرخان اموغلی، قبلنم گفتم در شرایط فعلی ورود ایشان به گیلان به عنوان نظارت یا به قولی اصلاح ذات البین همه ما رو خوشحال میکنه، بنابراین وجودش مختنم و قدمش به روی چشم ماست. مگه این حیدر کیه که انقدر نقلش میگن؟ یه عجوبه فرد چموشه که مادر نزایده، بهش میگن بمبیست. خیلی ها رو فرستاده رو هوا، مهمتر این که بی سوادم نیست، 5 تا زبون میدونه. حالا از کجا دانی که بیاد؟ میاد، من اونو میشناسم. سرش برای اینجور کارا درد میکنه و اگه بیاد خیلی چیزا به هم میریزه. یعنی ما کش؟ شاید، ولی فکر نمیکنم، چون اون مغزش خوب کار میکنه. دیرم که ما رو کنارم بذار، این قرار به یه جایی میرسه. به هر حال کارو یک سره میکنی. فکر کنی او حیدر خر میرزا رو هی کنه؟ شاید. به هر حال آشتی ما کار عاقلانه بود. بالاخره نام پرانی ها افاقه کرد. باید از عبدالحسین خان شفاهی ممنون باشیم. ولی من میدانم اگه موش و گربه با هم بسازن، ای دکان بغاله که خراب میشه. مشتیانام کشته شده؟ بله، توی حمله های شما خیلی ها کشته شدن. من برای جلوگیری از خونریزی دستور عقب نشینی داده بودم، ولی میرزا نیمان، سید جلال و کبلا حسین تمرد کردند و مشتی انام، محمود خان خیاط و یه عده دیگه. ما هم کم کشته ندادیم، تنها از آدمای من بیشتر 30 تا مردن. به هر حال همه ما اشتباه کردیم، حتی ابوکوف. ابوکوف اون با رفتارش روی انگلیس ها و نیکولا رو سفید کرد. سرخا حتی یکی از مواد موافقت نامه رو رعایت نکردن. نتیجه فرونت های ما خالی، مازندران در اشغال قزاق ها، قشون دست نشونده انگلیس در منجی. بایدم امیر مقتدر تالش از این موقعیت سوء استفاده کنه و عده ای از احرار رو در مسوله به خاک و خون بکشه. بله، غلام علی بابا مسوله ای هم رفت. غلام علی بابا؟ اونم کشته شد؟ بله،
اون وقت من دزد خائن و سازشکارم و اون حضرات انقلابی. اینا حتی نمایندگان اعزامی منو به مسکو در انزلی موقع برگشتن بازداشت کرده بودن. فکر نمی کنید آقا میرزا با اومدن حیدر خان خیلی از مسائل و مشکلات حل بشه؟ هرچی خداوند بخواد. به هر حال بازگشت شما یاران قدیمی رو به خونه خودتون خوش آمد میگم. به قول شما دو دوست قدر شناسند. سلام میرزا، خوش آمدید. من و 500 سرباز، یک کشتی اسلحه در خدمت انقلاب. خیر است انشاءالله. بفرمایید. در دومین جلسه تشکیل اعضای کمیته انقلابی جدید با حضور حیدرخان عموغلی در فومن، کلیه اعضا تعهد و سوگند یاد کردند تا صمیمانه و صادقانه یکدیگر را یاری دهند. در یکم تیر ماه 1300 اولین اعلامیه شورای انقلاب که روش خود را تعقیب بیانیه رمضان 1338 نمود، اعضای خود را چنین معرفی کرد: میرزا کوچک خان سرکمیسر و کمیسر مالیه، حیدرخان عموغلی کمیسر خارجه، خالو قربان کمیسر جنگ، میرزا محمدی انشایی کمیسر داخله و احسان الله خان دوستار که در دومین اعلامیه شورا که در 23 مرداد ماه نشر یافت نامش از کمیته انقلاب هست و به جایش مهدی سرخوش کمیسر قضایی معرفی می‌گردد. من قبلا تشخیص داده بودم که اگر احسان الله در کمیته باقی بمونه فتنه برمی‌آید. این تعرض بی اجازه احسان الله، شکست بی سابقه و از دست رفتن نفرات و مهمات دقیقاً خدمت به دشمن بود. نفاق و افراط و تکروی بزرگترین علل شکست انقلابات دنیا است. باید دید که این توطئه از کجا آب میخوره. گفتی این مرد کی بود؟ شیخوف، گویا از طرفداران عدالتی هاست. اون مأمور ترور شما بوده. یعنی اینا اینقدر احمقن که فکر کردن با کشتن من همه چی حل میشه؟ نه، این نوا از یک ساز ناکوکه، همون سازی که زمزمه سرقت جواهرات و فرار منو از مسکو شایع کرد. این تر از ابتدای مأموریت من تهیه شده آقای سرخوش. من بلشویک ساختگی کم ندارم، همینطور که مذهبی مصلحتی. دولت‌های مرکزی هم از وسوق دوله گرفته تا سید ضیاء فعلی هر کدوم یه جوری خواستن این تشکیلات رو نابود کنن. درسته، دشمن طبیعیه که آروم نخواهد شد چون منافعش در خطره. پس چرا ما آروم بشینیم وقتی راه خطیری در پیش داریم؟ وقتی دشمنان بزرگی مثل امپراتوری بریتانیا و حکومت تهران رو داریم، سیاست دنیا تصورات ناپخته احسان الله ها و جاه طلبی خالو قربان ها و چون و چرای کمیته مسئله ما نیست. ما برای جنگیدن و به ثمر رسوندن انقلاب اسلحه میخواییم. از کسی باید طلب کنیم که وسیله در اختیار او. الغاء مالکیت اراضی یعنی نزدیک شدن اندک به روسیه، قدرتی که به ما نزدیک شده و میخواد دست ما رو بگیر، یعنی اسلحه. برای تحصیل کمک از روسیه نظر شما درسته حیدر خان، ولی من مخالفم. خوشبختانه شما به عکس اون حضرات سرخ که دایه های مهربان تر از مادر شدن به اوضاعی مملکت آشنایی داری. این مردم مسلمان و اغلب ساده و زود باورن. در مسیر ما تا تهران قصبات کمی نیست، همینطور که افرادی مثل کریم خان، سردار مهی و دیگر مالکین و متمولین و تجار گیلانی مقیم تهران کم نیستن. اونها قرانها خرج کردن برای از بین بردن ما، بنابراین از خرج تومانها هم فروگذار نخواهند کرد. با القای مالکیت اراضی انگ نامسلمانی به ما خواهند زد و مردم رو علیه جنگل مسلح می کنن. و من با این خونریزی ها مخالفم.
مگر نه اینکه تروتسکی، پراوین و لنین مقدرات هر کشوری رو به دست مردم همون کشور تایید کردن. من این نظر رو قبول دارم و در مقام اجراش هستم. بگذارید بعد از فتح تهران و تشکیل مجلس مبعوثان مردم تکلیف ما رو روشن کنن. من پیرو منویات مردمم. چطور رضاخان رئیس جدید آتریاد همدان در قزوین به سادگی خوردن یک انجیر رسیده تهران رو با ادارات و دوائرش ظرف چند ساعت گرفت؟ آبم از آب تکون نخورد. این حیله است آقا. طرح جدید انگلیسی ها برای دست یافتن به همون قرارداد معروف. اونا بیکار ننشستن آقای سرخوش. این جنگله که دست رو دست گذاشته. اونا تمام نهضت های آزادی بخش رو در مستعمره هاشون لب کردن. همین روزها خواهید دید که قشون عظیمی برای نابودی ما پشت مرزهای گیلان صف میکشه و ما اومدیم پیکنیک. وقتی هدف ما نجات این مملکته، نجات زارع و کارگر و مردم بیچاره و مفلوک این مملکته، ما قدم میزنیم مهدی خان. حالا تصور نمی کنید میرزا باید قاطعانه تصمیم بگیرد. محافظ کاری این مردک، وقتی ما میخواییم این انقلاب رو تا اون طرف مرزها تا اون بر دنیا مطرح کنیم، اومدیم توی جنگل هواخوری، اومدیم مثل موش قایم شدیم، تفنگامونو مخفی کردیم، افرادمون زیر درخت ها و گوشه کومه ها چرت میزنن، نیروها هدر میره. آخه 7 سال چه کردی مرد؟ دشمن خودشو ساخت، مردم دارن ناامید میشن. لندن نشین ها میخوان استخونهای ما رو خورد کنن، این آقا تسبیح میندازه. نه خیر آقا، پیشروی انقلاب با این وضع غیر ممکنه. اینا جدیدن؟ آه، دو کلم پر زیاده، حتی طفلای 12 ساله. آماده؟ آتش! خب موسیو، شما چه کردید؟ فعلا 4 تا مدرسه 6 کلاسه در سومی سرا، ماسول، شفت و کسما آماده شده که شیخ ابراهیم، سید احمد، شیخ علی طالقانی و اسماعیل رسول مدیریت مدارس رو به عهده گرفتن. ناگفته نمونه میرزا که موسیو فخرایی در حال حاضر مشغول ساختن مدرسه شبانه روزی فومن هستن. ممنونم موسیو فخرایی، ممنونم. از سربازخانه گوراب زرمخ چه خبر؟ مشکلی ندارن؟ خیر، فقط وضع جیری داوطلبی بود که حسن خان برای سرکشی به اونجا رفت. مشکل دیگه نیست؟ مشکل که نمیخوایم ناراحت میکنیم، ولی افراد حسن خان گزارش دادن که حیدر مغلی ناراحت، غور میزنه، حتی تبلیغ میکنه، چند از فرمانده ها را سر به هوا کرده و اگر اینجوری پیش بره ما یه درد سره. آیا با یک فرقه آزادی خواه، با یک جمعیت انقلابی که سالها مشقت دیده و هنوزم در محاصره دشمن هاست اینطور معامله میکنن؟ گیگالو راست میگفت، روسیه به وسیله کراسین در لندن معامله خودشو کرده و حالا روتشتن وزیر مختارش در تهران عملیات انقلابی جنگل رو نه تنها بیفایده بلکه مضر تشخیص داده و ما را از قشون قوام سلطنه میترسونه و به ما تکلیف میکنه تا وقتی که نیاز باشه و مردم ما رو بخوان اسلحه رو زمین بگذاریم و بریم مثلا به یک درک. اونم شخصی که در تاجگذاری احمدشاه خاطر اعلیحضرت همایونی رو از تصفیه قاهله اصفبار گیلان مطمئن کرده. روس و انگلیس پشت اون درهای بسته کاخ ها تصمیم به نابودی ما و هدف ما گرفتن. رضا خان رو با یک لشکر عظیم روانه گیلان کردن. شیخ محمد علی یکی از نزدیکانم و برای کشتن من به فومن میفرستن. کردهای خالوی احمق در لاهیجان افراد جنگل رو خل اصلاح میکنن. رشید الممالک به بولشویکا ملحق میشه و بدتر از همه احسان الله که حیدر اموغلی، اموغلی رو دست کم گرفتید، مشغول چیدن توت است. هیچ کدوم از اعضای کمیساریا به قسمی که خوردن وفادار نموندن. عده ای از اونا باید تصفیه بشن، یه دشونم باید از درد زندگی راحت بشن. این فکرها را از خودتون دور کنین. ببخشید میرزا، کودتای سرخو فراموش کردن؟
ما ماری رو تو آستینمون نگه داشتیم که نیشش از نیش ابو کف هم سمیتره. افراد من زمزمه های زیادی شنیدن. میخواد کار رو یک سره کنه؟ بله. اون خواست قدرت گرفت. اگر صحت داشته باشه این خیانته و اون باید محاکمه بشه. ملا سرا، پنج شنبه 26 محرم 1340 هجری قمری. ما در محاصره دشمن بودیم و مرگ در یک قدمی. من سخت ناراحت بودم چون هیچ راهی برای شکستن حلقه محاصره نبود. یک تنگنای عجیب. تعدادشون زیاد نیست. بله، ولی فکر نمی کنم به راحتی تسلیم بشن. خواهد. نه، اون هی دغمان شناخت. خطرناک. خیلی. اون هارون زاده رو نباید دست کم گرفت. افراد ما زیاده. اون همه ی ما کشت. همه ی ما. اون کیف داشت. و من همینطور که قدم می زدم و فکر می کردم، یه مرتبه چشمم به زین بسیار زیبای اسبی افتاد که در نزدیکی من بود. قشنگی این زین منو مشغول کرد که یک مرتبه فکری به خاطرم زد. دست به کار شدم. ساعتی بعد اسب سفید زین کرده ای که هر کسی با یک نگاه آرزوی تصاحبشو می کرد به طرف دشمن هی شد. فکر میکنم بیشتر از 30 نفر از اونا به فکر این که اسب از دست ما فرار کرده دنبالش کردن و وقتی همه دور اون جمع شده بودن و از زیبایی زین و اسب متعجب بام به ما حمله کردن. از اون طرف هم دارم میاد. گلا امارت محاصره کنیم. زود باشیم. بیا این طرف. افراد تو ببر اون طرف. عمارتشون با آتیش بکشید. نذارید کسی جون سالم در ببر. آتیش بزنید. در ما رو محاصره کردن. بگو میزداشتی ها میامد. همه طرف هجوم دارن. آتش کنی. ما ها چرا نمیرین؟ یلا بپریم باید خانتون رو نجات بدین. کاد محله زود بر سرخاش
یلا به پرپای من نمیتونم. توریستم عجله کنم امالینه نمیتونم میرونم باش و ایلان جز خاله بشمیری ناغه جک ناغه جک دارم فرار میکنم نداری کسی نمیتونم فجر کن یلا ندار کسی سفر بکش پاپروسه پاپروس بکش بکش تا کیف کنی نیت یلا بکش نیت درسته اسپسی با توریس چاییو بزن روشن شی تا من یه بسته دیوار سر بچستم اتو سلام خسته نمیشه سلام زنده باشی بازم بفرما به دروغ هر چی بخواد تا فردا سر من دو تا بکشی Борис, лицо мне знакомо это. Это Хайдар Амоли. Так он нахор ке сухти. Намахте тарсуй бозде. اون میخواست ما رو تو آتیش جزغاله کنه بارو برنزم اونو باید دفع کرد این رسم مهمون نوازی بارو جلو تونتر لعنت به تو بارو دیگه لعنت به شما بارو بالا زودتر بارو علی اکبر بله خان باست آقا خیاط زنده است بله اینو بهش بده بگو یکی برای گرفتنش بیش خیلی خوب
حضرت اشرف مطمئن باشند که مردم گیلان با این جور مواعید به ما هر گونه کمکی میکنند، حتی کمونیست ها که با نامه از شما دعوت کرد. این تجزیه نیست؟ زنده یا مرده این مردک جایزه داریم. اونا به جون هم افتادن، کردا، جنگلی ها، ایل ها و بلشویک ها. رشت و روستاهاش به آتش و خون کشیده شده قربان، و این بهترین موقع است. با ورود رضاخان به گیلان، احسان الله، محمد جعفر کنگاوری، عبدالحسین حسابی، رضا خواجوی، احمد مسافر، سردار مهی، حسین زاده و عده دیگر عازم مسکو می شوند. اسلحه‌شون رو تحویل بگیر. فشنگا بفرمایید. قربان، حسین خان جودت به اتفاق رفقای کردشان. سلام حضرت اشرف. خالو قربان. قربان. سلام علیکم. شنیدم شما مردان متحوری هستید. کردیم خان، اهل هرسین، دو بیست گلنگدن به دولت دادیمه. این معلمه یاغی نیم، به جد یاغا. بگیر این مازه رو به شما میدم که بیگانه از شما نگیره. غلامتانم خان. این آتش رو بکشید. اینها رو نگه دارین، نامه های شیخ محمد خیابانی و تلگراف سید حسن مدرسه. تاولها و درد کمر من عود کرده، شاید بعدن بتونم جوابشون رو بدم. از جبهه چه خبر اسماعیل خان؟ تمام فرونت های ما خالی شده، ولی شنیده شده که صادق خان کوچکی و علی دیلمی در پل چمار سرا راه به قزاق بستن. اینجا زیده و مکلوان مرکز جنگلی است. زرقم و سلطنه از شمال و برادر سارا شجاع با یک ایل بزرگ از غرب. من و قشونم از جنوب. از جنوب. بنابراین گوره تک تکشون کن. همینطوره. جعفر قلی آقا و منم از شرق. و تیارهای قزوین کار ما رو یک سره می‌کنه. Thank you.
تو کشیش بده. بیا بکش. چرا به من دروغ میگین؟ اینجا سیاکش نیست. من کجام؟ سیاکش. نه دروغ نگو، به من بگو در کجا هستم. برای تو چه فرقی میکنه؟ مسجد پیش. مگه فرقی هم داره؟ خیلی خوب، میان رز. اونا کجا و با کی دارن می جنگن؟ این صدای تفنگاییه که من از روسیه آوردم. خب چی شد آقای انشایی؟ اینا میگن دیگه کاری از دستمون ساخته نیست. یعنی چی؟ رضاخان حلال مشکلات که الان در گیلانه. چون سیاست روس و انگلیس کار انقلاب گیلان رو تموم شده میدونه. خدای من چرا؟ فردای من روشن نیست. شاید زنده نموندم، شایدم. به هر حال تا مشیت پروردگارم بر چه چیزی قرار بگیرد، سزاوار نمیدونم که آینده ی تو همسر بیگناهم و در سرنوشت نامعلومم تباه کنم. بنابراین به حکم شرع و عرف بعد از طلاق تو باید آینده خوبی رو برای خودت مهیا کنی. نه، شما چیزی رو از من میخواید؟ کاش میمردم. نه آقا، شما شوهر من مگر از من چه دیدید که میخواییم بین مردم انگشت نما بشم؟ ممکنه که بین زنها آدم های هوسباز و بیوفایی هم باشن، ولی خیلی کمن، خیلی. من بزرگواری شما رو فهمیدم. از زندگیم هیچ شکوه ای ندارم. هرچی به سرم بیاد راضیم، مثل خود شما راضیم به رضای خدا. من با این زندگی خوب گرفتم. نه نه آقا، حتی فکر اون چیزی رو که شما میخواین مصیبت میدونم. اگه شما زنده ماندید، خدای بزرگه که به من رحم کرده. و اگه شما طلاق خدا هیجاری شده، ولی این رو بدونید که من طلب گور بعد خودم وفادارم. آروم باش، آروم باش زن. من انسانیت، نجابت، شرافت و شخصیت تو رو تحسین می کنم و پروردگار رو شکر. تو زن هستی، دهقانزاده ی فقیری هستی که مکتب نرفتی، ولی ای کاش بعضی از یاران مرد بی وفای ما از طبقه شما درس عهد آموخته بود. من وضع مالی خوبی نداشتم و همین دلیل نتونستم برای تو یک زندگی مطابق شأنت فراهم کنم. تو که از همسرت حتی برای روزگار نامعلوم و مبهم آینده کوچکترین ذخیره‌ای نداری، بهتر از هر کسی میتونی دربارم قضاوت کنی که برخلاف چیزهایی که دشمنان در حقم گفتن، من دوست دارم. نه، چیزی که از دارایی دنیا دارم این ساعت یادگار انور پاشاست که به تو میبخشم. من از تو راضیم که هیچ وقت منو به خاطر چیزهایی که نداشتم سرزنش نکردی و خدا ازت راضی زن. برید و جان خودتون رو نجات بدید.
خداحافظ میرزا. کی میدونه شاید موفق بشی. اگه زنده موندیم تکلیفمون روشنه و دوباره روزی این راه و ادامه میدیم. مواظب خودتون باشی میرزا. بریم بلندی گیر بند رو. شما مواظب خودتون باشی. خدا میگه. خدا خداحافظ میرزا. خدا حافظ. خدا نگهدار. احتیاط کنید، در ارتفاعات حرکت کنید. آه موسیو، کوله بار تو سنگین کردی. مریضم، تبگیر شدم آقا. مجبورم این لحاف رو با خودم ببرم. لحاف را چه می کنی بوتو؟ خدا نگهدار. مدرسه شبانه‌روزی آماده است میرزم. خدا نگهدار همتون. دیگه برین، زودتر راه بیفتی. مواظب خودتون باشی. و ما شما فانگاک، شما میتونین با رحیم برادرم برین. اون برای انتقال زن و بچه هاش میره و شما رو هم به بلد امینی میسپاره. من کسی جز شما نداشت میغزا. حق جا که شما رفت، من با شما همراه. تا این لحظه حدود 700 جنگلی اسیر یا خودشونو تسلیم کردن قربان. اسب منو به چاکو قرارش خوش بشه. قربان. یوسف خان شفتی خیلی از یاغیا رو در اون منطقه دستگیر کرده و منتظر جواب وزیر جنگن. چه دستور میفرمایید قربان؟ اون چی؟ اون مردک میرزا خبر رسیده بود قربان که میرزا رو در سخسر یا سیاهکل دستگیر کردن. ولی متاسفانه کسی شبیه اون بوده. اون اینجاست، شاید در چند قدمی ما. من این راه و نشانی این راه و مثل کف دستم بلدم. نمیشه رفت، راه سخت و برف پر زیاد. گم میشن، دور خودشان میچرخن، هلاک میشن. از کجا میدونی که اون راه سخت رو انتخاب نمی کنم؟ آخه تنها پسر عموی منه که این معابر رو می دونه. من پسر عموی خودم رو می شناسم، با اونا نمیره. چون بهش پیغام دادم که کارشون با آخر رسیده. اگه به زیر بیاد و مطیع باشه در امانه و الا اطفالش یتیم میشن. گفتی این پسر عموی تو اسمش چیه چابلان قره؟ حسن خان کیشتر رئی آلیانی، بهش میگن معین الرعایا. معین الرعایا. اسیست زرکال، بیا مواظب زیر پات باش. دستتو بده به من. دنکشم.
من سقد سیبی قیدید ولی این سقد لعنتی. شاید پیغ شد من، شاید خواب دیدن کم زیاد اثر کرد. ما این سرگردونی و دربدری رو چندین بار داشتیم. خواهرزادم عنایت در همین منطقه زیر برف ها مدفون شد. میرزا راه زیاد هست تا خواه؟ کم نیست ولی امید هست. اون مرد رشید مالک آدم خوب؟ رشید الممالک اون بارها مقابل ما ایستاد ولی به ذات آدم بدی نیست. آدم ها هیچ کدوم بد نیستن. این شعور و درک اوناست که بدی ها و خوبی ها رو به وجود میاره. به هر حال خواهرش عظمت خانوم فولادلو با اینکه یک زنه ولی خصلت مردانگیشو کمتر کسی داره. بزرشته یا؟ حسن خان؟ میرزا ها چیه نمتون داره؟ حسن خان، حسن خان نیست. رد پاشو دیگه نمیبینم. این شالمان از ما زیاد دور نبود، من میدیدمش. خرزماد نیست. شش. چرا گمش کردیم؟ مرزا شاید او ماغا گم کرد عمدن. در فایده نداری، باید از اینجا دور بشیم هر چه زودتر. نعمت الله تو راه رو بلدی؟ نه زیاد آقا. اشکالی نداره. خیر خوب راه بیافتیم، سعی کنیم از هم فاصله نگیریم. نمیخواد. چی کار داری میکنی مرد؟ این کندو که مال تو نیست، حیوانا رو چرا آزار میدی؟ مگه جنگل به تو جیره نمیده؟ مگه میخوای زور آزمایی کنی؟ تفنگ تو بردار برو تو جنگ. سیاهی دیدم زدمش قربان. شاید حیوانی چیزی بوده. هر چی بود من زدمش قربان. بیاین عباس منم جمال. چیه جمال؟ چه خبر شده؟ خود
خودشونو تسلیم کردن. اون خاره جنگلم تحویل دادن. به من گفته که هر چه زودتر بیامو بگم. بازه یارو نامرد، اگه منو زندونی نمی کردی نجاتت می دادم. میرزا، این روحانی بزرگ به خلخال میاد. چه افتخاری، چه افتخار بزرگی. گلیچ؟ بله. سیز ازز یوز اتلینن بو عالی قدر کشنین گباغ نگدین. خروز خاندا گدرم. بویروز بویروز. بفرمایی خانم چی گفتن؟ دستور دادن که گلیچ خان شاهسوان با صد سوار از میرزا استقبال کنه. کی؟ قبل از طلوع صبح. Thank you.
نباید بخوابی. نخواب، 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 نخواب مرد. راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند. دشمنان ما را دزد و غارتگر و یاغی و چپاولگر گفتند، بخالان که ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ناروا را شنیدیم، توطئه‌های پی در پی را دیدیم و در مرگ عزیزان گریستیم. خون دلها خوردیم و دم بر نیاوردیم. ولی آقای من، افسوس می‌خورم که مردم ایران مرد پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند. ولی بعد از محو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم، چه می‌خواستیم و thank you.
بیا بیرون. بیا بیرون. یالا پاشو. اگه کری بیا بیرون. بلند شو بیا بیرون. لاشه تو تکون بده. چرا نمیاین تو؟ بیاین همینجا کارتونو بکنم. نه عباس تناب، پرت از جاده نزدیک گیلوان تو برفا دیدمشان. اول قیاسم که گرگه، خوف کردم. خوب که نگاه کردم دیدم تکان نمیخورن. گفتم کرم زبانت لال مکاریات تلف شدن. خودت برسان که نان زن و طفلانت حرامه. رفتم جلو دیدم دو نفرن که یکیشان کارش تمامه و به گور برفه، اما یکی جانکی داشت نشناختم. خوش بودم که مکاریای ما را نمیمانه. غریبه یه خوب که نگاه کردم یا امام غریب شناختم. گفتم کرم نانت به روغن، میزا کوچک خانه. از موا و ریش بلندش شناختم، بیشتر از چشمای کاسش. شانهاشم مالیدم، جانی گرفت، مرا نگاه کرد. جلل خالق، از نگاه زبانم بند آمد. نان حلوا داشتم، دهنش وا نمیشد، سنجید بشش دادم. قوت نداشت چانه به جنبانه، تنهایی که کاری نمیشد. باشلوق خودمه به دورش بیچاندم. گیلوان سید مظفر خان خبر دادم. آدمای سید ریختن و آوردنش. پس از اوان تمام کرده بود. خان مکرم و کردم، چیزی ندارم. نان تفلانم به زحمت میرسانم. تفنگچی مکاریام، برای همینم توی سوز سرما از شال و کلور تا ماسوله گیلان مکاریا رقم میخورم. ندارم، اما میدانم. فتح‌الله چیزی بهش بده. یا مرداج هشهی نه Thank you.
رضا اسکستانی. رضا اسکستانی. بله خان. بله. من اینجام. ها سالار شجاع. جیبای جنازه رو بگرد. ببین چی با خودش داره. طلاها رو پیدا کن. خوب بگرد. حتی لباسای زیرشو. خان یک تکرانی یه مرد. چی؟ دیگه؟ هیچی. ببرش. ها؟ چی خان؟ ببار. سرشو ببار. مگه نشنیدی؟ خان گفتن سرشو ببار. چشم. و اینان به پیشواز سرداری می آیند که دیگر نیست، پیشواز پیشوایی می آیند که سرش وادی به وادی می گردد و در مقابل دیدگان مبهوت انبوه مردمی که روزی به پای این سر دسته های گل نثار می کردند، خاطره فاجعه تاریخی کربلا جان می گیرد. خانو قربان با تقدیم نمودن سر به پای دستشاندگان امپریالیزم بریتانیا به درجه سرهنگی و لقب سالار ظفر مفتخر می گردد. خب سرهنگ. قائله آذربایجانو به تو می سپارم. با کفایتی سالار ظفر. تا جان در بدن دارم در رکاب تانم. سالار ناصر سنجابی او را ننگ جامعه کرد معرفی می کند و کریم خان کرد با یادآوری خاطرات شیرین گذشته در جنگل و مقایسه آن با ذلت و نکبت جنگ با اسماعیل سیمیدخو، خارو قربان را به ضرب گلوله مازرش از پای در می آورد. حسن خان کیشدره‌ای معین الرعایا پس از تسلیم خود و تحویل قورخانه جنگل به حکومت فومنات منصوب که به وسیله ابراهیم ندامانه سه‌شنبه‌ای ترور می‌گردد. آج احمد کسمایی
مردی که با مواعید دشمن ناگهان در ردیف دشمنان قرار گرفت، در اواخر عمر بینایی خود را از دست داد و در ذلت و خاری دنیا را وداع گفت. احسان الله خان دوستدار در روسیه به طرز مشکوکی به قتل می‌رسد. اسماعیل جنگری که مدت‌ها زندانی بود، پس از آزادی در سال 1327 در تهران درگذشت. و سرانجام کاس آقا حسام خیاط با دادن رشوه شبانه سر میرزا را از گورکن گورستان حسن آباد تهران آتش نشانی فعلی تحویل گرفت و در سلیمان دارا به رشت چار نمود. ما ایستاده ایم، صدای جنگل همیشه رساست تا به گوش احرار عالم برسد. صدای جنگل هرگز خاموش نخواهد شد. کوچک جنگل.